جناب مهرگان، خوش اومدید به برنامه خودتون. سلامت باشید، زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از دعوتتون. قربانتون برم. من اولا خیلی خوشحالم که شما رو بالاخره خارج از زندان میبینم. من اون روزهایی که شما زندان بودید، اخبار شما رو ما دنبال میکردیم، انتشار میدادیم و خب خبر بیماری هاتون رو میشنیدیم، نگران بودیم به شدت و میدونم که غربت چقدر سخته، تبعید چقدر سخته، مثلا شما که قلبتون برای ایران همیشه تپیده، ولی بازم خوشحالم که الان سلامت هستید. اگه صحبت ابتدایی دارید با مخاطبامون بگید تا ما بریم سراغ سوالات. سلامت باشید، خیلی سپاسگزارم ازتون. بله، من اول سپاسگزاری کنم از شما و از همه دوستانی که چه من و چه سایر زندانیان سیاسی رو من بارها گفتم و باز هم میگم، زندانی سیاسی وقتی میشکنه، زندانی سیاسی وقتی خورد میشه زیر فشار دستگاه امنیتی که احساس کنه صداش قطع شده، وقتی شما، رسانه های دیگه، دوستان دیگه صدای من و امثال من زندانی سیاسی بودید، مطمئن باشید که حالا امروز که من از کشور خارج شدم و از زندان خارج شدم، ولی مطمئن باشید تا وقتی امثال شما و دوستان دیگه صدای زندانیان سیاسی باشند، این زندانی ها خیلی محکم و خیلی استوار در زندان در مقابل دستگاه امنیتی خواهند ایستاد. خب جناب مهرگان، ما برگردیم به عقب. من میدونم که شما از سالها قبل، از در واقع دهه 70 و 80 با مشکلات سیاسی روبرو بودید، احضار شدید، از زمانی که حتی سرباز بودید تا بعدها چندین بار مشکلات مختلف داشتید. دوست دارم از اونها شروع کنید به گفتن که در واقع اولین مشکلات سیاسی شما کی شروع شد، چجوری ادامه پیدا کرد تا برسیم به اون ماجرای معروف امضای اون نامه و تبعات وحشتناکی که داشت. سوالتون رو میشه تکرار بکنید؟ ببخشید، من داشتم گفتم که در واقع اگر از ابتدا، حالا برگردیم به عقبتر، قبل از در واقع امضای نامه، سالها قبل از همون زمانی که سرباز بودید اون مشکلات پیش اومد، در واقع شروع کنید به گفتن، یه شرح حالی بدید تا برسیم به دم اون در واقع امضای نامه و بعد حالا سوال بعدی راجع به اون نامه و اتفاقاتی که بعدش افتاد صحبت کنیم. دوستان قبلش خیلی ها مثلا رضا مهرگان رو با امضای اون نامه، زندان هایی که رفته میشناسن، اما فعالیت سیاسی قبلش رو نمیدونن، نمیشناسن. دوستان هم بیشتر راجع به اونها الان صحبت کنیم. اول خواهش میکنم. بله، من اولین بار در 17 سالگی، یعنی اولین محکومیتم در 17 سالگی بود، سال 1373 در شهر کرمان و تقریبا سرباز بودم. بله، و خب یک حرکتی بود که اون موقع خب احساسات و جوونی یه کارایی میخواستیم بکنیم که الان من اون باور رو ندارم حقیقتش، یعنی هلیکوپترهای کبرای هوانیروز کرمان رو میخواستیم ثابت بکنیم به خاطر سرکوب مردم بلوچ منطقه و حالا به هر حال اتفاقات دیگه که می افتاد. من اون موقع دستگیر شدم و به همراه چند نفر از دوستانم که توی همون پادگان هوانیروز کرمان بودن. خب اولش اعدام، بعد 6 سال، یعنی خب خیلی جوان بودم، میخوام ببینم رو راست باشم با بچه‌هایی که الان توی، دوستانی که الان توی لایف هستن، میخوام رو راست باشم. من اون موقع خیلی جوان بودم و حقیقتا کم آوردم توی زندان و حقیقتا توبه کردم، حقیقتا خیلی گریه کردم توی انفرادی، زیر شکنجه، زیر بازجویی، و خب باعث شد که تبدیل بشه به 6 سال حبس و 3 سالش رو کشیدم و اومدم بیرون. بعد از اون بار دوم در جنبش دانشجویی سال 78 توی دانشگاه بود که اون موقع من از سال 78 تا 81 3 سال با دوستانی مثل منوچهر محمدی، مرحوم اکبر محمدی، مهداد لوراسپی که الان توی آلمان توی کمپ هامبورگ هستش، احمد واتبی، کیانوش سنجری و دوستان دیگه، خیلی از دوستان دیگه هم بندی بودیم، هم اتاقی بودیم، با هم بودیم. به هر حال سال 82 تا 84 دوباره من زندان بودم. سال 88 من فقط فراغتی که داشتم سال 84 تا 88 بود که تونستم درسم رو ادامه بدم، چون من سال 75 رفتم دانشگاه رشته کارگردانی، نویسندگی و کارگردانی، ولی سال 78 که بازداشت شدم نتونستم تمامش بکنم، ولی 84 خوب من تونستم برم رشته مدیریت و 88 حالا به هر حال لیسانسم رو بتونم بگیرم و همون 88 هم دوباره سر جنبش سبز، موسوم به سبز، بازداشت شدم دوباره 3 سال و همینطور سال 92 96 98 هم که آخریش بود سر جریان نامه 14 نفر و مجموعاً تقریباً 17 سال زندان، بیش از 7 بار
7 بار محکومیت داشتم و بیش از فکر میکنم 10-11 بار بازداشت. یعنی موقعی که میگرفتم میبردم 2 ماه 3 ماه 4 ماه نگه میداشتم و بدون حکم بدون هیچ چیزی ول میکردم. این اتفاقاتی بود که تا اینجا برام افتاده. الان هم جناب اون سعی براتون بگم که خنده داره. به هر حال میدونید که کشوری که من هستم ابتدای اروپاست و چند فرقی با جایی که هستم چند فرقی با زندان اوین برام نمیکنه. حقیقتش حقیقتا بهتون بگم زندان اوین خیلی راحت تر بودم، چون هم زبان داشتم، چون به هر حال به لحاظ خیلی مسائل تو زندان اوین با اینکه امنیت نداشتم ولی آرامش داشتم، ولی اینجا امنیت هست ولی آرامش نیست. متاسفانه در خدمتتونم. کاملا درک میکنم، چون حالا نه به شدت شما ولی منم یه مقداری تقریبا این مسیر رو اومدم و میدونم واقعا اون آدم آزادی رو شاید اینجا داشته باشه، آزادی بیان، آزادی، ولی مخصوصا ابتدا که میرسه روزهای اول خیلی وحشتناکه، مخصوصا اون روزهایی که حالا هنوز ها جواب بیاد تا وارد شهر بشه و بعدم یه احساس تنهایی، تنهایی عظیمه، دور از وطنه، وطنی که تمام زندگیشو در راهش باخته. واقعا میفهمم حستون رو، مخصوصا شما بعد این همه سال جوونیتون، حالا هنوزم جوونید اما جوونیتون رو در راه آزادی ایران گذاشتید و خب خیلی سخته دور بودن از وطن. یه نکته خیلی خوبی اشاره کردید، من دوستم رو اون نکته برگردم. گفتید که زمانی که 17 سالتون بوده اون کار رو انجام دادید، دستگیر شدید، شکنجه شدید و داخل انفرادی گریه کردید، توبه کردید و واقعا اون کم آوردید. من این حرفا کاش که گفته بشه، خیلی خوبه که گفته بشه، چون خیلی از دوستان جوونمون رو من میبینم وقتی دستگیر میشن میرن زندان اونجا میشکنن به خاطر اینکه آماده نیستن، برای اینکه خب هنوز خیلی نوجوونن، جوونن و در واقع وقتی میرن داخل میشکنن، مصاحبه تلویزیونی میکنن، اعتراف میکنن علیه خودشون، بعد میان بیرون به خاطر اینکه خب اونجا تحت اون فشارهای زیاد شکستن، بعد دچار افسردگی میشن، بعد دچار ناامیدی میشن، بعد حتی به خودکشی دست میزنن به خاطر اینکه ما یک تصویر از قهرمانی که هیچ وقت نمیشکنه، هیچ وقت خم به ابرو نمیاد، هیچ وقت گریه نمیکنه ساختیم و بعد یه نوجوان رو در یه موقعیتی که قرار میگیره اون تحمل نمیکنه. ما دیدیم که بعضی از در واقع دستگیر شده ها بعد از اینکه آزاد شدن خودشون حتی دست به خودکشی زدن یا دچار بیماری های روحی و جسمی وحشتناک شدن. غیر از شکنجه های شهیدی که شدن، واقعا این عذاب وجدانه خب خیلی شرایط دیگه، بعضی موقع آدم مجبور میشه علیه خودش اعتراف کنه. حتی شاید مثلا بعضی از دوستان بودن علیه من، مثلا که استادشون بودن، مثلا تک نویسی کرده بودن، اما من وقتی اومدم بیرون گفتم آقا اشکال نداره، من میفهمم اونا یه عالم بازجویی که مثلا شغلشون اینه، کارشون اینه که توی نوجوان رو بشکنن و ازش سوء استفاده کنن. این حرف خیلی خوبه که این نوجوانا آگاه بشن، بگن آقا اشکال نداره، این اتفاق افتاد، دوباره شروع میکنم، این بار قوی تر، این بار بهتر، همون کاری که جناب مهرگان انجام داد، هر بار که رفت زندان قوی تر، محکم تر برگشت و پای حرفاش ایستاد. درسته. ببینید اولا که یه ربط خیلی قشنگ پیدا میکنه این صحبت با حداقل شبکه توانا که خیلی سعی میکنه آگاهی رسانی بکنه در این گونه موارد و چگونه مبارزه کردن، غیر از اینکه سعی میکنه اخبار رو منتشر بکنه. شبکه توانا یک حسنی که داره اینه که سعی میکنه آگاه بکنه مردم رو نسبت به چگونه مبارزه کردن و چه کار کردن و چجوری امنیت خودشون رو و روحیه خودشون رو حفظ کردن. خیلی خوبه. من امروز یه ویدیوی خیلی جالبی از شبکه توانا دیدم. ای کاش این ویدیو به زبان انگلیسی هم ترجمه بشه که دوستان ما در خارج از کشور بتونن برای نماینده ها برای جای دیگه بفرستن. اما برگردیم به سوال شما یا به اصطلاح فرمایش شما. ببینید بله، من سال 1373 هیچ اعتقادی به کارم نداشتم، حقیقتش اینه. یعنی روی احساسات، روی هیجان یک تصمیم میگرفتم، یک فعالیتی رو انجام دادیم و وقتی بازداشت شدم خب طبیعتا تحت اون بازجویی، تحت اون فشاری که روم بود، خب قاعدتا کم می آوردم با توجه به سن و سالم، با توجه به اون فشارهایی که روم بود. خب من زخمهایی که یا جایی شکنجهی که روی بدنم هستش معمولا، یعنی اغلبش از سال 1373 هستش. بازجو سیگار رو خب من خیلی نوجوان یا خیلی جوان بودم، حالا گفتن شاید درست نیست، ولی سیگار میداد من میکشیدم و همون سیگار رو با چشمن، چون من بودم تای سیگار رو ازم میگرفت که مثلا خاموش بکنه، چون من که نمیدیدم جایی رو، میگرفت و رو دست خودم خاموش میکرد. جای کابل و شلاق هنوز رو بدنم هست بعد از تقریبا 30 سال.
ولی میخوام اینو بگم، من سال 1378 وقتی وارد جنبش دانشجویی شدم و قبل از اون، این هم بابت یک اتفاق خیلی قشنگی بود که من تصمیم گرفتم، یعنی راهنمایی شدم بابت این مسئله که بیام و تحقیق بکنم که من دنبال چه کاری میخوام برم، میخوام چه کار بکنم، دنبال چه هدفی میخوام برم. اون راهی که من انتخاب کرده بودم راه قشنگی نبود. اون راهی که من انتخاب کرده بودم خودم هم الان میدونم که راهی نبود که من نتیجه برسه. بنابراین تحقیق کردم، مطالعه کردم و با علم و آگاهی سال 1378 نافرمانی مدنی رو وقتی من پذیرفتم و وقتی پذیرفتم در جامعه دانشجویی بیام در خیابان با دست خالی در مقابل این راه امنیتی قرار بگیرم، وقتی بازداشت شدم خیلی محکم‌تر ایستادم. وقتی بازداشت شدم در مقابل بازجویی‌ها در مقابل سوال‌هایی که می‌شد، خب خیلی قوی‌تر ایستادم. می‌دونید این روحیه من رو بالا برد و همین که احساس می‌کردم که یک عده‌ای پشت من هستن، همین که احساس می‌کردم دوستانی هستن در داخل در خارج از کشور که الان پشت من هستن، الان به یاد من هستن. تو سلول انفرادی باور کنید، وقتی ماها شما تو سلول انفرادی میمونید، اون بازجو، اون کارشناس پرونده جوری رو روان شما بازی میکنه که بشکونه شما رو، یعنی تلقین میکنه که شما فراموش شده هستید، تلقین میکنه شما یک عروسکی بودید که بازیتون دادن، تلقین میکنه که خیلی بهره برداری ازتون کردن، با اینکه خب من اون موقع میومدیم از تجمعات گزارش مستقیم میدادیم و خیلی اتفاقات دیگه، همه اینا رو تلقین میکرد. ولی من میدونستم که دوستانم هستن. بابت این قضیه خیلی محکمتر ایستادم و هر باری که رفتم زندان خب قوی تر بودم. اما شما اشاره کردید به کسایی که میان بیرون و بابت اتفاقاتی که در بازجویی، بابت اتفاقاتی که در دوران بازجویی، فشارهایی که روشون اومده و شاید کم آوردن، شاید هم کم نیوردن. ما حتی داریم مبارزان خیلی خیلی حرفه‌ای که بلدن چجوری بازجویی بدن، آموزش دیدن چجوری بازجویی بدن و توی بازجویی میان و یک سری اعترافات میکنن. یعنی اصلا این هیچ ایرادی نداره، اصلا هیچ مشکلی نداره. ببینید مصاحبه کردن تا وقتی که شما آسیب نزنی به دیگری، تا وقتی که نمیدونم خیلی مسائلی که نباید گفته بشه رو نگی، هیچ مشکلی نداره. شما میتونی از این ترفندها هم استفاده بکنی. ولی حتی اگر شما تحت فشار عوامل کار کشته، اینجوری میخوام بهتون میگم، به هر حال دستگاه امنیتی کسی که میذاره به عنوان بازجوی شما یه عاملیه که یک نفریه که دوره دیده است برای این کار و میدونه برای شمایی که تو این سن و سال و تو این تجربه مبارزاتی قرار داری چه کسی رو در مقابلت قرار بده، میدونه چجوری با روح و روانت، یعنی روانشناسی میشی شما قبل از بازجویی، روانشناسی میشی قبل از بازجویی، ضعف شناسی میشی، همه چیزاتو میدونن. پس اگر هم اتفاقی افتاد، اگر هم اونجا کم آوردی، دوست من این تجربه است برات، این برای بار آیندت، این ما راه زیادی داریم تا آزادی ایران، راه زیادی داریم تا اینکه به دموکراسی برسیم. حتی بعد از آزادی ایران، بعد از اینکه جمهوری اسلامی ساقط شد، ما باز هم راه زیادی داریم تا آزادی ایران، تا دموکراسی که حقمون هست و خواهانمون هستیم، هر کدوم به نوعی. من نوعی شاید یک نوع دموکراسی رو، یک نوع حکومت رو طلب میکنم و خواهانش هستم و شما و دیگری و دیگری شاید یک نوع دیگه. بنابراین هر بار تجربه برای ما یه پلی برای پیروزیه، اینو هیچ وقت فراموش نکنیم. جمهوری اسلامی، عوامل امنیتی میخوان ما رو بشکنن، نگذاریم بشکنن، نگذاریم به واسطه خودمون حداقل بشکننمون. میدونی چی میگم؟ بله، بسیار هم عالی گفتین، واقعا همینه. اصلا حتی سیستم در واقع حالا اعتراف کردن، سیستم جواب بازجویی دادن یه تکنیکیه. اصلا حتی مثلا شریک های کارکشته میومدن اطلاعات سوخته میدادن، درست دا، ولی اطلاعاتی که به درد دیگه اون بازجو نمیخورد. یعنی آدم اشکال نداره حتی مثلا چیزهایی بنویسه، مصاحبه کنه، به شرطی که حالا تا جای ممکن کسی رو به خطر نندازه و بتونه برای خودش زمان بخره، بتونه برای خودش بالاخره تلاش کنه که به آزادی برسه، حکمش کاهش بده. چون قرار این جوون، این نوجوون بیاد آزاد بشه، مبارزه رو ادامه بده، نمیخواد مثلا یک کاری کنه که اعدام بشه، خودش رو بالای دار ببینه. اصلا ما دنبال کشته سازی نیستیم که. بسیار زیبا گفتید، بسیار خوب گفتید و امیدوارم که نسل جوون، نوجوون ما از صحبتهای شما که خیلی تلخه ولی کارکشته زندان رفتن و شکنجه شدن هستید، تجربه کسب کنه و بتونه این مسیر رو حالا امیدواری با آزادی، نه با زندان رفتن و با این اتفاقات ادامه بده. اما بعد همین اتفاقات
شما در مقابل یک چالش قرار گرفتید، اون امضای 14 نفره برای رفراندوم در ایران، استعفای خامنه ای که اصلا یه راهی رو باز کرد. بعد از اون نامه که شما و دوستانتون امضا کردید، چندین نامه دیگه نوشته شد و خیلی ها پیوستن به این جریان و تابوی در واقع نامه نوشتن از داخل ایران، نه خارج از ایران که ما خوب همیشه می نوشتیم، اون تابو رو شکست و شخص خامنه ای رو مورد هدف قرار داد و اصلا خیلی باورشون نمیشد، میگفتن باورم نمیشه این آدم ها داخل ایرانن. اون موقعی که این نامه رو امضا میکردید، شما باور داشتید که بعد از اون دستگیر میشید، زندان میشید، آزار میبینید و با تمام اینها امضا کردید، یا نه فکر میکردید چون تقاضای رفراندوم کردن جرم محسوب نمیشه، نمیتونن کاری بکنن، یا هر چیز دیگه؟ دوستان راجع به این اصلا نامه و اتفاقات صحبت کنید. ببینید، توی گفتگوی خصوصی دوستان بیانیه 14 توی تلگرام بودیم و داشتیم با همدیگه چت میکردیم و حالا وایس میدادیم و این مسائل. یکی از دوستان گفتش که ببینید این کاری که ما کردیم حداقل 15 سال زندان داره، حداقل 15 سال زندان، که خوشبختانه هم من و همه دوستان گفتیم که خب آماده ایم، ما همه ساکامون رو بستیم. یعنی همه دوستان همین اتفاق، همین حرف رو زدن. بیانیه 14 یه حرکت خیلی فوق‌العاده‌ای بود با توجه به اینکه الان ببین از داخل کشور، من می‌خوام اینو اینجا بگم، خیلی از دوستان دیگه سعی کردن از جریانات دیگه که یک همچین حرکتی رو نه در این حد ولی به تنهایی یا یک جریان این حرکت رو انجام بده و تقاضای رفراندوم کردن، ولی بیانیه 14 از این بابت خیلی متمایز بود که 14 نفر با ایده های مختلف، نظرهای مختلف، با از نهله های مختلف سیاسی و آمدن کنار هم قرار گرفتن. 14 نفری که دغدغه‌شون دغدغه آزادی ایران و مردم ایران بود و میدیدن و میشناختن درد ایران رو، درد مردم ایران رو، و آمدن و گفتن که من تقریبا صدای شما یه چند لحظه قطع شد تا اونجایی فرمودید که 14 نفر با عقاید مختلف و از اندیشه های مختلف به خاطر آزادی ایران در کنار هم جمع شدن. ما دیگه ادامه صحبت شما رو نشنیدیم. من عذرخواهی میکنم بابت این قطعی و این بیکیفیتی. خب به هر حال شرایط من شرایط نامساعدی هستش و شاید سرصداهایی هم از اطراف و پیرامون بیاد که دوستان رو آزار بده، از این بابت هم عذرخواهی میکنم. ببینید، 14 نفر از نهله های مختلف سیاسی، باورهای مختلف سیاسی کنار هم قرار گرفتیم و یک بیانیه ای رو، یک خواسته ای رو مطرح کردیم. این فقط صرف نوشتن بیانیه نبود، صرف اعلام اون خواسته یا اعلام یا انتشار اون بیانیه نبود، خواسته ای رو مطرح کردیم که خواسته همه مردم ایران بود، برکناری آقای خامنه ای، رفراندوم پسا جمهوری اسلامی و سکولاریسم، آزادی، دموکراسی و همین مسائل، تمامیت ارضی. اما این رو میخوام بگم، ببینید، یک خواسته اصلی بیانیه 14 رفراندوم پسا جمهوری اسلامی بود. ما باور داشتیم و همچنان من نوعی باور دارم، من شخصا باور دارم، رفراندوم در قالب جمهوری اسلامی و پیش از براندازی جمهوری اسلامی هیچ معنی نداره. افرادی هستند و شاید دستگاه های امنیتی و شاید دوستانی که شاید ناآگاه باشن، نمیدونم، میان و بعضا رفراندوم هایی رو پیشنهاد میدن در قالب جمهوری اسلامی. آقا ما چجوری میتونیم اعتماد کنیم به جمهوری اسلامی که توی انتخابات، انتصابات ریاست جمهوری خودش به این وضوح داره تقلب میکنه، بعد ما میخوایم در مورد بود و نبود خودش بیاد صداقت داشته باشه؟ خب نمیشه هم چیزی. اینو میخوام بگم که بیانیه 14 رفراندوم پس از براندازی جمهوری اسلامی بود و نه در به اصطلاح در قالب جمهوری اسلامی. اینو میخوام بگم. به هر حال ما در کنار هم قرار گرفتیم و چقدر خوب و چقدر جالب و چقدر خوب بود که خیلی از گروه ها و تقریبا اکثر گروه های سیاسی حمایت کردن از این مسئله، با اینکه میدیدن که خب دگر اندیششون در این جریان هستش، در این گروه، در این بیانیه هستش، و خب حمایت کردن. همین حمایت باعث شد باعث دلگرمی ما شد. 14 نفر بانوان اعلام موجودیت کرد. خب دیدیم همه اینها آسیب هایی که دیدن، زندان ها همه اینو بازداشت شدن، هم 14 نفر آقایون، غیر از اونهایی که دیگه واقعا هزینه داشت براشون، یعنی خانم گوهر عشقی بازداشتش براشون هزینه داشت، یک خانم مسنی که هر اتفاقی میتونست براش بیفته، آقای ملکی رو نمیتونستن بازداشت بکنن. در مورد خانم ها هم همین اتفاق افتاد، اکثرشون بازداشت شدن. و دیدیم بعد از اون جریان نه به جمهوری اسلامی در این جنبشی که راه افتاد، خب من زندان بودم و خیلی از دوستان من هم زندان بودن، ولی دوستانی که
در حمایت از بیانیه 14 اومده بودن وارد ارتش شده بودن، چقدر قشنگ این به اصطلاح جریان بیانیه و ادامه این بیانیه رو رفتن، ادامه این جریان رو رفتن و چقدر هم خوب به هدف رسوندن. هنوز که هنوز داریم میبینیم بعد از گذشت 5 سال نه به جمهوری اسلامی، یکی از شعارهای اصلی مردم ایران مبدل شده. بسیار هم عالی. من در مورد صداهای اطراف و قطعی اینترنت بگم، اتفاقا اینا سند واقعا شرافت شماست. یعنی همه مردم میدونن که آدمی که سالهای سال در زندان جمهوری اسلامی بوده، باز هم که از ایران فرار میکنه در شرایط بسیار سخت، توی کمپ، توی شرایط بد، با اینترنت بد، با شرایط محیطی بد، داره در یه زندان جدید زندگی میکنه. یعنی آدمیه که به دنبال رفاه نرفته اون وقت، بلکه به دنبال اینکه بتونه باز هم به مبارزش ادامه بده رفته و این خیلی برای من قابل احترامه. این اول یه نکته. نکته دوم در مورد امضای حالا این در واقع بیانیه 14، یه نکته که همیشه به ذهن من میرسید و الان شما هم خوشبختانه بهش اشاره کردید اینه که چگونه اصلا کار گروهی انجام شد. ما ایرانی اصلا یه ضرب المثل داریم، حالا من اونو نمیگم، ولی اصلا کار گروهی مشکل داریم. یعنی از بچگی هم تو مثلا ورزش های فردی مثل کشتی، مثل وزنه برداری خوب بودیم، به ورزش گروهی که میرسید مگر اینکه در مثلا زمان کوتاه مدت موفق بودیم، فوری گروه اصلا میپاشید، اون موفقیت حتی به مثلا عدم موفقیت میشد. در عرصه سیاسی هم ما خیلی شاهد این بودیم، یعنی گروه های سیاسی بسیار خوبی نه فقط الان، قبل از حتی سال 57 بودن که هی انشاب پیدا میکردن، از هم جدا میشدن، با هم دچار اختلاف میشدن و به نفع، حالا مثلا بعد از انقلاب میبینیم که چقدر رژیم جمهوری اسلامی از این اختلاف افکندن و از اینکه گروه های سیاسی که در راه آزادی میجنگن به جون همدیگه بیفتن سوء استفاده میکنه و قدرتش رو تثبیت کرده تا امروز، هرچند دیگه فکر میکنم الان در سراشیبی قرار گرفته. اما نکته که هست، شما چگونه، من چون این 14 نفر رو خب مثلا میخونم، عقایدشون رو دنبال میکنم، تفاوتهای چشمگیری دارید در مسیرها، شاید در هدف یکی باشید، چگونه تونستید این تفاوتها رو کنار بذارید و به یه تفاهم بزرگ برسید؟ وقتی یک هدف بزرگ باشه، وقتی یک عشقی وسط باشه، یه چیزی مثل ایران، اون موقع هست که آدم اگر واقعا صادق باشه پای حرفایی که میزنه، پای مبارزه‌ای که میکنه، پای فعالیتی که داره میکنه، اگر صادق باشه ایران براش مهمترین چیزه. ببینید، ما حالا من قبل از سال 57 رو نمیگم، ولی بعد از 57 سازمان مجاهدین خلق به روش مسلحانه اقدام کردن، موفق نشدن. جریان پادشاهی خواه در کودتای شاهرخی یا نوژه یا همون عملیات عقاب نقاب به اصطلاح اقدام کرد، نشد. اتفاقات خیلی زیادی افتاد در جریان، از سمت جریانات مختلف که الان هر کدوم وزنه‌ای هم برای خودشون، اتفاقات زیادی افتاد و تلاش‌های زیادی شد، ولی هیچ کدوم ما به تنهایی نتونستیم موفق بشیم. کافیه کسی که وارد عرصه سیاسی میشه و کافیه کسی که ادعا میکنه برای ایران و برای مردم ایران، برای آزادی. ببین، من باورم اینه، اجازه بدید من همینجا اعلام بکنم که دوستان البته میدونم ولی یک بار دیگه، من یک مشروطه خواه طرفدار پادشاهی پارلمانی هستم و پادشاهی پارلمانی رو برای ایران و مردم ایران میخوام. بنابراین اگر تشخیص بدم، اگر حس کنم که الان یک حرکتی با یک جریانی که بسیار بسیار تفاوت داره و اندیشه ای من میتونه برای ایران مفید باشه، من این کار رو خواهم کرد. در بیانیه 14 هم همین اتفاق افتاد. دوستانی که اومدن و این بیانیه رو امضا کردن، اغلبشون یا همشون تو اون مقطع حداقل واقعا باورشون این بود که بیان و برای ایران یه کاری بکنن. همشون در داخل کشور بودن، همشون درد کشیده بودن، همشون زجر مردم ایران و ایران رو میفهمیدن. بنابراین ببینید، خواسته های فردی، خواسته های شخصی زیاد اینجا دیگه مطرح نبود. خوشبختانه دوستانی هم در این بیانیه بودن، مثل عباس واحدیان شاهرودی، مثل محمد حسین سپهری، کسایی بودن که واقعا ارتباط گرفتنشون با کسایی دیگه و واقعا وارد گفتگو شدن با کسایی دیگه رو خیلی راحت بلد بودن. محمد نوریزاد همینطور میخوام بگم، یعنی شخصیتایی بودن و هستن خوشبختانه. زرتشت احمدی راقب، چه شخصیت نازنینی، اینا شخصیت هایی هستند که بلدن چجوری با
دگراندیش خودشون صحبت بکنن. و بنابراین همین دوستان وقتی گرد هم در اومدن و سعی کردن ارتباط بگیرن با آقای خواستاری که باورش 180 درجه با من نوعی فرق میکنه، ولی تونستم ما رو کنار هم قرار بدن. همین باعث شد که چون هممون به فکر ایران بودیم، هممون دغدغه ایران داشتیم، کنار هم دیگه قرار بگیریم و این حرکت خوب رو تونستیم مراتب یاری هم میهنان به یاری مردم ایران شکل بدیم. واقعا چقدر خوبه که چنین حرکت های شکل بگیره و گسترش پیدا کنه. یعنی ما از این تفرقه دست بردادیم، کنار هم باشیم تا روزی که حالا جمهوری اسلامی بره، بعد اونجا بشینیم حالا به صورت دموکراتیک مردم رأی بدن به نوع شکل حکومت آینده، به چیزی که میخوان، فردی که میخوان و همه مسائل دیگه. واقعا ما میبینیم یعنی تو این سالها، مثلا تو چند سال اخیر که این ارتش سایبری خیلی فعال شده، من خودم به عینه میبینم که تمام تلاش حکومت اینه که بین مردم تفرقه بندازه، بین عقاید مختلف، حتی بین یک گروه، یعنی حتی آدمهایی که همسو حتی از لحاظ حزبی هستن سعی کنه اختلاف بیندازه با آدمهایی که وارد میکنه، با شایعات که ایجاد میکنه، حتی نسبت به زندانیان سیاسی. حالا خوشبختانه راجب شما نبوده، ولی راجب خیلی از زندانیان سیاسی که ما میدونیم واقعا به حقانیتشون، ما بچه های زندانی سیاسی ازشون صحبت کردن به خوبی، همیشه به نیکی، سعی کرده در مورد اینا شایعه ایجاد کنه، در مورد ذهن مردم رو مسموم کنه. و ما نباید میگم دوچار بازی ها بشیم. امیدوارم که این روندی که حالا شما آغاز کردید برای اتحاد ادامه داشته باشه، گسترش پیدا کنه تا روزی که جمهوری اسلامی بره. امیدوارم واقعا. بله، جمهوری اسلامی تمام تلاشش اینه که چون نمیتونه به شکل دیگه ای مقابله بکنه، یا شاید کم هزینه ترین براش و کم زحمت ترین براش اینه که بیاد و تفرقه افکنی بکنه. و متاسفانه بعضی از دوستان ما هم در دام این به اصطلاح جمهوری اسلامی میفتن. باور بکنیم که در اختلاف ما، در تفرقه ما، در تشتت ما، تنها برنده جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتی خواهد بود. اگر ما باور داریم مردم ایران، من نوعی میخوام رو راست باهاتون بگم، من نوعی باور دارم مردم ایران امروز انتخابشون چی هستش، امروز چه نوع حکومتی و یا چه محتوایی رو میخوان انتخاب بکنن، که محتوا به مراتب خیلی خیلی مهمتر از نوع حکومت هستش. پس هیچ دغدغه‌ای ندارم و هیچ ترسی هم ندارم از آینده پسا جمهوری اسلامی، پس از براندازی جمهوری اسلامی. بنابراین هیچ ترسی ندارم و در کنار هر کسی که واقعا و صادقانه بخواد با جمهوری اسلامی مبارزه بکنه قرار میگیرم. یک اشاره‌ای هم فرمودید که من تو این شرایط به اصطلاح قرار دارم. واقعا جناب موسوی، خب ترکیه خودتون میدونید جایی ناامنیه و من نمیتونستم توی ترکیه بمونم و مثل خیلی از کسان دیگه که شاید با ویزا، با نمیدونم ویزای حقوق بشری تونستن خارج بشن به کشور امن و مناسبی برسن که بتونن فعالیتشون انجام بدن، ولی من ناچار شدم چون فرصتش نبود به صورت قاچاق از ترکیه خارج بشم، توی شرایط فوق‌العاده خطرناک و بد خودم رو قرار بدم برای اینکه هدفی داشتم. توی اینترویو، توی مصاحبه های اینجا هم گفتم، وقتی ازم پرسیدن که خب حالا اومدی، حالا همین جایی که هستی کشور نسبتاً امن محسوب، یعنی امن محسوب میشه از نظر خودشون، حالا بگذاریم که آرامش نداره ولی امنیت داره، چیکار میخوای بکنی؟ گفتم من فقط دنبال یه جایی هم که فعالیت هام رو ادامه بدم. مردم ایران هدف اول من هستن، ایران کشور من، تمامیت اون کشور من، تمامیت ارضی اون کشور من برای من اولویت همه چیز قرار داره. بنابراین من فقط دنبال جایی هستم که بتونم برم دوباره فعالیتامو شروع بکنم. و واقعا واقعا شرمنده خیلی از دوستانم هستم که توی این مدتی که من نزدیک 9 ماه توی کمپ هستم، شرایط خیلی بد، نتونستم اونجوری که قبلا میتونستم یاریشون بدم و یا خواسته قلبیم بوده که یاریشون بدم، چه در زندان چه دوستانی که بیرون از زندان و داخل کشور هستن، پس همشون عذرخواهی میکنم و امیدوارم به جایی برسم که بتونم دوباره اون فعالیت‌ها رو از سر بگیرم. ما هم امیدواریم که حالا میدونم خیلی از دوستانی که فعال حقوق بشرن این برنامه رو نگاه میکنن، حالا نه به صورت لایو، شاید خیلی ویدیوشو بعدم ببینن، بیان پا بذارن جلو، کمک کنن کسی که زندگیشو در راه آزادی داده، زندگیشو در راه ایران داده. اونها هم حالا الان خیلی سخت نیست، کمک کنن. حالا بالاخره شما اون تیکه سختش اومدید تا اروپا رو رسیدید، حداقل شما رو رسونن به کشور امنی، به جای آرامشی. شما هم چیزی از دنیا نمیخواید، نه پول میخواید نه چی میخواید، فقط یه آرامشی میخواید که برای آزادی ایران تلاش کنید. امیدوارم این پا گذاشتنه و این ارتباط برقرار بشه و اتفاقای خوبی خیلی زود، نه دیر، چون واقعا هر روزی که شما در اونجا میمونید
در واقع بخشی از اون روح شما بعد از اون تروماهای وحشتناکی که در ایران داشتید باز آسیب میبینه، باز اذیت میشه و از فعالیت سیاسیتون دور میمونید و واقعا خیلی مهمه برای من حداقل. اما یه نکته میخواستم حالا بگم، شما در واقع خیلی این مسئله پیش کشیدین، اگه دوست ندارید جواب ندید، ولی دوست داشتم ازتون سوال کنم، بعد از آزادی از زندان، بعد از 5 سال زندان سخت و بازجویی ها و اون فشار ها، شما تصمیم گرفتید جلای وطن کنید و به تبعید خودخواسته بیاید. چی شد این تصمیم رو خب خیلی زودتر میتونستید بگیرید، این همه سال تو ایران بعد اون همه زندان ها، احضار ها، شکنجه ها نگرفته بودید؟ چی شد که این بار این تصمیم رو گرفتید؟ ببینید من یه چیز جالبی بهتون بگم. سال فکر میکنم سال 81 82 بود، من از زندان بعد از جنبش دانشجویی آزاد شده بودم، یک بار دستگاه امنیتی منو احضار کرد و یک به اصطلاح مراسمی رو اجرا کردن، به قول خودشون یه ایجاد رعب و وحشت، یک نفری رو خلاصه آوردن که مثلا بزرگشون بود و اومد یه ذره با من صحبت کرد و گفتش که نمیخوای از کشور خارج بشی، اگر میخوای، اگر اینجا شرایط خوبی نیست علاوه بر اقتصادی مسائل، ما میتونیم برات کمکت کنیم از کشور خارج بشی. گفتم نه نمیخوام خارج بشم. قبل از بیانیه 14 خیلی از دوستانم که خیلی لست داشتن اون موقع و من یه مقدار فراری بودم، یه چند وقتی خاطرتون باشه فراری بودم دیگه، برای اینکه بیانیه 14 دوستانمون دستگیر شده بودن و یه اتفاقاتی داشت میافتاد که من باید بیرون میموندم که اون اتفاقات به سرانجام برسه. خیلی از دوستانمون که لطف داشتن گفتن که رضا هر جایی که میتونی میخوای ما با هزینه خودمون میاریم از کشور فقط خارج شو. گفتم نه، تا وقتی که دوستان من در زندان هستن من این کارو نمیکنم. من 5 سال یعنی 7 سال و نیم 7 سال حکم گرفتم، 2 سال تبعید و 74 ضربه شلاق، 3 سال و نیم نزدیک 4 سال من زندان بودم. با مرخصی به اصطلاح درمانی آمدم بیرون و خب اعلام کردیم که آزادی من اومده. با مرخصی درمانی بیرون بودم که دوستانمون متاسفانه آقای محمد حسینی، رضا محمد حسینی، خانم محبوبه رضایی، آرشام رضایی و دوستان دیگه به هر حال دستگیر شدن و یه اتفاقاتی افتاد، یه پرونده جدیدی اون موقع برای من باز شد که دیگه من ناچار شدم حقیقتش و که دیگه کشور رو ترک بکنم، وگرنه باز هم من حاضر بودم حتی اون باقی مانده حبس رو تحمل کنم، برم تحمل کنم و از کشور خارج نشم و اگر میتونم در همون داخل کشور فعالیت خودم رو یا تأثیر خودم رو بگذارم. ولی اون احکام ظالمانه ای که دادن از 18 15 سال تا 20 سال برای هر کدومشون، به قول یه دوستی که از زندان زنگ زده بود میگفت تو که توی پرونده حکم لیدری مثلا بر مجموعه رو خوردی که دیگه بالای 20 سال حکمته دیگه، دیدم خب دیگه واقعا دیگه شرایط داره سخت میشه و نمیتونم دیگه، اگر برم زندان دیگه اون تأثیری که باید داشته باشم رو نمیتونم داشته باشم. بنابراین تصمیم گرفتم که از کشور خارج بشم و خدا رو شکر حالا به هر حال شرایطی قرار دارم که میتونم با شما و دوستان دیگه حداقل صحبت کنم. خیلی ما هم خوشحالیم که میگم بعد سالها میتونیم چهره مایتون رو ببینیم و باهاتون صحبت کنیم. اما یک سوال، من از خیلی از در واقع عزیزانی که دعوت میکنم که ما چون از بچگی داخل ایران هستن باشون گفتگو نمی کنیم، حالا با وجود خیلی هاشون عزیزای دل ماست، خود اونا حتی تمایل دارن، میگن ما مشکل نداریم هر اتفاقی بیفته، اما ما میگیم حداقل ما امنیت اونا رو به خطر نندازیم، حالا اونا اگر دوست دارن یه مسئله دیگه است. ولی من یه سوالی از دوستانی که اصلا همشون خارج شدن از کشور میپرسم که اگر ایران آزاد بشه و شما اینکه حالا یه زندگی ساختید، با سختی خارج شدید، زبان یاد گرفتید، کار پیدا کردید تو اروپا بالاخره یا آمریکا یا هر جای دیگه ای، آیا دوباره برمیگردید به ایران و سعی کنید در واقع ایران رو حالا دوباره زندگی کنید، یا نه ترجیح میدید بالاخره دلتون برای ایران بتپه اما با این سختی دوباره زندگیتون از صفر ساختی توی اروپا یا آمریکا، ترجیح میدید این روند رو ادامه بدید؟ خود شما انتخابتون چیه؟ مطمئنم خیلی از دوستانی که دغدغه میهن دارند و مبارزه برای آزادی میهن، اگرچه جسمشون در خارج از ایران قرار داره ولی روحشون در داخل ایرانه، هر لحظه ای که ایران آزاد بشه و امکان بازگشتشون فراهم بشه همون لحظه هیچ کدوم از ماها دریغ نخواهیم کرد، من هم یکی از اونها، و همون لحظه دریغ نخواهم کرد و با شوق یعنی به ایران برمیگردم. یه سوال داشتم، حالا در بین صحبتاتون خودتون فرمودید که چند سال در واقع درش کارگردانی خوندین، توی هنر در واقع فعالیت میکردید و خب به واسطه کارهای سیاسیتون بالاخره در واقع هنر دور شدید و فاصله گرفتید.
آیا در فردای ایران آزاد دوست دارید دوباره به سمت کار هنری بیاید و فعالیت هنری کنید یا نه بیش دیگه تمرکزتون رو فعالیت سیاسی خواهد بود؟ فکر میکنم تمرکزم رو فعالیت سیاسی باشه و اون خواسته ها و باور قلبی خودم، چون اعتقاد دارم در فردای آزادی ایران باید جناح های مختلف، گروه های مختلف، تفکرات مختلف در کنار هم، نه در کنار هم، در ایران قرار بگیرن و با هم به صورت دموکراتیک مبارزه بکنند و نمیدونم منظورم رو میتونم تفهیم بکنم یا نه، گروه های مختلف باید باشن و من هم برای باور خودم باید بجنگم. این جنگ طریق دموکراتیک خواهد بود، چون باور دارم که این باور من برای ایران بهترین هستش. بنابراین فکر میکنم که فعالیت سیاسی فعلا یا در آینده ایران بیشتر اون چیزی باشه که به درد من بخوره. خب میدونی که حالا مثلا من خودم خب یکی کسایی بودم که مخالف شرکت در انتخابات بودم، ولی خب بعضی از دوستانمون مثلا بودن دیگه، دوستانی که حالا واقعا هم نمیتونم بگم خود فروخته بودن، واقعا تفکرشون رو از دیدگاه من اشتباه بود و فکر میکردن که با اومدن در واقع آقای پزشکیان یا هر کس دیگه ای ممکنه یک کمی فضا بازتر بشه که بتونن برای ایران بجنگن یا حداقل مردم در این وضعیت وحشتناک اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که زندگی میکنن وضعیت براشون قابل تحمل تر بشه. اما ما میبینیم که بعد انتخابات اصلا یک وضعیت وحشتناکی ایجاد شده، یعنی حکم‌ها، احضارها و اصلا سختگیری‌ها حتی چند برابر شده. اصلا خبری که میاد به صورت رگباری داره میاد، یعنی دوستان ما هر روز داره خبری از یکی از عزیزان میاد و شدت پیدا کرده. شما به این 4 سالی که حالا قرار آقای پزشکیان سر کار باشه، حالا اگه 8 سال نشه یا حالا کوتاه‌تر بلندتر، شما چگونه به این سالها نگاه میکنید و آینده رو در واقع چگونه میبینید بعد از ایشون؟ سالی که نکوس از بهارش پیداست. در هفته گذشته رسانه ها زدن که تقریبا 18، بیش از 18 نفر در هفته جاری، البته نه هفته گذشته، در هفته جاری بیش از 18 نفر اعدام شدن فقط. ما جریان کوه دانشگاه رو جناب موسوی در دوران آقای خاتمی داشتیم که رهبر اصلاحات بود، سردمدار جریان اصلاحات بود و حرفای خیلی قشنگ از گفتگوی تمدن ها حرف میزد و شاید جاهایی میرفت و با خانوم ها هم دست میداد، یعنی حتی وانمود میکرد که در مورد حجاب و ارتباط با خانوم ها یا لمس دست با دست دست مرد و دست خانوم ها هم حتی مشکلی نداره. ولی دیدیم که بدترین اتفاقات در دوران های اتفاق افتاد که به اصطلاح وابستگان به اصلاحات بودن. آقای روحانی رو بگیرید، آقای خاتمی رو بگیرید و همینطور حالا دیگه از آقای احمدی نژاد و آقای رئیسی که دیگه هیچ انتظاری قطعا نداریم. ولی بله قبول دارم خیلی از مردم یا بعضی از مردم ما همچنان انتظار دارن که با شرکت در انتخابات و آمدن بدتر بین بدترتر شاید یه اتفاقات خوبی بیفته. ولی ببینید حداقل تجربه ما ثابت کرده که جمهوری اسلامی در کلیتش یه تفکر داره، یک اندیشه داره و یک راه رو پیش روی خودش قرار داده. اصلاح طلب و اصولگرا نداره، تمامیت خواه و نمیدونم انحصار طلب و امثال اینها نداره و همشون از یک عوض میخوام از یک پارچه و یک قماشن و هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. تا وقتی که یک نفر در رأس این حکومت قرار داره که خودش رو نماینده خدا میدونه و خودش رو مالک کشور و مردم میدونه و نه مردم، مالک همه مسلمان ها و نماینده خدا میدونه، مسلما اتفاق خاصی نخواهد افتاد و روز به روز هم شرایط بدتری خواهد بود. بدونیم که اینو بارها همه گفتن، جمهوری اسلامی از مشارکت ما در هر نمایش، در هر سیرکی، چه از انتخابات بگیرید، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و شورای شهر و یا هر به اصطلاح برنامه حکومتی، از حضور مردم داره بهره برداری میکنه که به دنیا بگه من هنوز محبوبیت دارم، من هنوز طرفدار دارم، من هنوز در داخل ایران حرفی برای گفتن دارم. حضور ما این بهانه رو، این به اصطلاح دستاویز رو به حکومت جمهوری اسلامی میده
بنابراین هر رأی ما مشارکت در جنایت های جمهوری اسلامی هستش، حتی اگر ناخواسته باشه. خوبه که اگر میخوایم فعالیت سیاسی بکنیم، حتی در حد رأی دادن، بدونیم که چیکار میخوایم بکنیم، بدونیم طبقات کارمون چیه و به چه نتیجه میخوایم برسیم. من و شما تقریبا همسن هستیم، متولد یک سال هستیم و خب یه دهه هستیم که خیلی اتفاقات رو دیدیم، حالا از کوچولوییمون دیدیم تا کم کم مثلا خیلی از اتفاقات رو اصلا تو برهه‌های حساس نوجوانی و جوانیمون اتفاق افتاده و خب نسلی هستیم که حالا یه زمانی دلخوش داشتیم، به یه شکلای دیگه از تغییر کم کم آموختیم، عوض شدیم، اما الان نسل جدیدی اومده، بچهای دهه 70 دهه 80 اونایی که متولد خیلیشون جای مثلا بچه‌های ما هستن و نوع دیگه از عمل کرد دارن، نوع دیگه از حتی گفتار دارن، نوع دیگه از کنش دارن. شما در واقع به این نسل امیدوارید یا نه نقد وارد دارید، احساس میکنید نیاز به تغییر دارن؟ نگاهتون به این نسل امروز چیه؟ تمام امید من جناب موسوی به همین نسل هستش، نسلی که برخلاف شاید من و شما، برخلاف گذشتگان ما که روی یک عقاید و باورهایی موندیم، یعنی گیر کردیم، یه چیزایی رو احساسی شاید قبول کردیم، شاید هم نه منطقا قبول کردیم، ولی این نسل جدید، نسل دهه 70 80، نسلی هستش که واقعا به دنبال رفاه هستش، به دنبال آزادی هستش، به دنبال دموکراسی هستش و نسلی هستش که فریب هم نمیخوره، تحت احساسات هم قرار نمیگیره. من تعجب میکنم از خیلی از گروه های سیاسی که فکر میکنن همین نسل جدیدی که همه این اتفاقات رو ببینید 98 96 98 و 1401 رو رقم زده، این نسل رقم زده، فکر میکنن این نسل رو میتونن با تبلیغات، با تخریب گروه مقابل، با نمیدونم خیلی کارهای اینجوری سیاسی میتونن این نسل رو به سمت خودشون بکشن، در صورتی غافلن این نسل، نسلی که در داخل کشور و حتی خارج از کشور داره مبارزه میکنه، برای آزادی ایران هستش، برای آینده خودش هستش، برای آینده مردم ایران هستش و واقعا میدونه و این نسل مطمئنه که هر حکومتی بخواد بیاد و براندازی شکل بگیره و دولت موقتی تشکیل بشه، این مردم ایران و این نسل جدید هستن که انتخاب میکنن چه میخوان و خوب هم میدونن چی میخوان، از محتوای حکومت رو حداقل خوب میدونن چی میخوان. بنابراین گروه های سیاسی ترسی نداشته باشن، وحشتی نداشته باشن که این نسل خودش انتخاب کننده است. من خیلی خستتون کردم، میدونم شرایط اونجا هم بسیار سخت، شما هم یک ساعت حالا از ساعت ما جلوتر هستین و دیگه داره کم کم شب آخر شب میشه، اما سعی کنم کوتاه کنم صحبت ها، خیلی مزاحمتون نباشم. یه سوالی که ازتون دارم اینه که خب الان شما دیگه کم کم به جرگه تبعیدی ها پیوستید و در واقع شدید به قول خیلی اپوزیسیون خارج نشین. ما یه چیزی که در حالا از بیرون حداقل من میبینم اینه که بچه‌ای که خارج از کشور زندگی میکنن بسیار تفرقه دارن، بسیار در واقع اختلاف دارن، با هم متحد نیستن، اما بچه‌ای که داخل ایرانن، همون بچه‌ای که تو خیابونن، همون بچه‌ای در 70 80 که نام بردید، بسیار متحد، بسیار خوب عمل میکنن. یعنی دوچار اون تشتتی که ما اینور تو آزادی مطلق هستیم اونا نمیشن، اونا جلوی گلوله وایستادن اما کنار همدیگه هستن. آیا شما که خودتون خب تازه خارج شدی، بالاخره ما چند سالی اومدیم و فاصله گرفتیم، آیا شما هم این اتحاد رو در داخل کشور میبینید یا نه این تصوری که ما راجع به ایران داریم؟ قطعا همین اتحاد هستش. قطعا وقتی شما تو خیابون توی تجمع تو سال 98 وقتی اون همه جمعیت توی خیابون بودن، کی از کی میپرسید که شما عقیده تفکر سیاسی چیه؟ کسی از کسی نمیپرسه. یا حتی توی زندان جناب موسوی، توی زندان ما وقتی کنار هم قرار میگیریم، توی یک اتاق، توی یک سالن، توی یک زندان قرار میگیریم، از همدیگه واقعا نمیپرسیم. ما اینکه میدونیم شاید توی زندان به هر حال آشنا هستیم، از همدیگه نمیپرسیم که باورت چیه، عقیدت چیه. اگر مشکلی برای کسی پیش بیاد، اگر خواسته کسی داشته باشه، بقیه دوستان سیاسی پشتش هستن و همراهیش میکنن. در خیابانهای ایران هم همین اتفاق داره میفته و من باورم این هستش که به مرور زمان و شروع شده در خارج از کشور هم، نسلی که اخیرا پا به عرصه سیاست گذاشته، همین نسلی هستش که ایران براش مهمترین چیز هستش و این تفرقه و این تشتت و این جدایی ها روی این نسل جدید، برای این مبارزان جدید، برای این کسایی که از ایران میان و درد مردم ایران رو خوب میفهمن هیچ تأثیری نخواهد داشت. من با همه دیگر اندیشان خودم، با هر کسی که دلش برای ایران بزنه،
و نقشه و برنامه برای آزادی ایران و دموکراسی، نه خودخواهی، نه اینکه خودش به قدرت برسه، هر کسی میخواد باشه، برای آزادی، برای دموکراسی داشته باشه، نقشه‌ای داشته باشه، برنامه‌ای داشته باشه، من باهاش دست دوستی دارم. و سوال آخر، مرسی از صحبت بسیار خوب و مفیدتون. سوال آخر اینه که من در واقع خب میدونم که این سوال درستی نیست، چون در مسئله سیاست انقدر المان ها و متغیرهای مختلفی دخیلن در سطح نه فقط ایران، نه در سطح منطقه، در سطح جهانی، که پیشبینی آینده شاید خیلی غیر ممکن باشه. اما اگر شما بخواید در واقع چشماندازی از آینده تصویر کنید، از آینده ایران، اتفاقاتی که در آینده ایران میفته و راهکارهایی که به نظرتون میاد، حالا به عنوان کسی که کارکشته سیاست، دوست دارم برای مخاطبای ما به عنوان آخرین سوال صحبت کنید. من اولا که چون امید دارم و باور دارم مردم ایران آزاد خواهند شد و اون خواسته خودشون خواهند رسیده، که دارم ادامه میدم. اگر کمترین شکی در این مورد داشتم، خب الان دنبال زندگی بودم، الان اینجا نبودم، توی ایران داشتم زندگیم رو میکردم. باور دارم مردم ایران به خواستهشون خواهند رسید و باور دارم مردم ایران به اون چیزی که لایقش هستند. از چه طریقی؟ از همین اتحاد، از همین همدستگی، همبستگی و همکاری و همیاری هستش که مردم ایران به این نتیجه خواهند رسید. خوشبختانه در گروه های سیاسی هم این اتفاق و این به اصطلاح چی میگن، این اتفاق خیلی بزرگ داره رقم میخوره و دارم میبینم، حتی تو گروه هایی که خودم هستم و باهاشون در ارتباط هستم، دارم میبینم که از گروه های مختلف، نهله های مختلف دارن کنار هم قرار میگیرن و به این نتیجه رسیدن که اگر میخواهند حتی در آینده ایران برای باور خودشون نقش رو ایفا بکنن، باید امروز در کنار هم دیگه قرار بگیرن. برای آینده ایران من بسیار بسیار امیدوار هستم. بسیار 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 هم عالی، و امیدوارم این امید تکثیر بشه و خیلی زود ما، من و شما، توی ایران آزاد، توی تلویزیون ملی ایران با همگی گفتگو کنیم و اونجا از روزهای گذشته به عنوان خاطره صحبت کنیم و افقهای زیباتری رو تصویر کنیم. در انتها دوست دارم اگر صحبتی با مخاطبای ما دارید بفرمایید، من فقط گوش هستم و میشنوم. سپاسگزاری میکنم ازتون بابت این وقتی که به من دادید و سپاسگزاری میکنم از دوستانی که در این برنامه حضور داشتند و دوستانی که بعداً ضبط این برنامه رو میشنوند. امیدوارم همه دوستان به این باور برسیم که عزیزان من، دوستان من، ایران مادر ما، مردم ایران برای ما از هر چیزی مهمتر هستن. بیایید در کنار هم دیگه با هر باور سیاسی که هستیم، هر خواسته‌ای که داریم، در کنار هم دیگه قرار بگیریم، از هم دیگه حمایت کنیم، پشتیبان هم دیگه باشیم و در دام دستگاه امنیتی، در دام تفرقه دستگاه امنیتی نیفتیم و بتونیم که هر چه زودتر، ما وقت زیادی نداریم واقعا، هر چه زودتر ایرانمون رو از چنگال اهریمن ستم رها کنیم. امیدوارم واقعا. ممنونم جناب مهرگان، مرسی که وقتتون رو تو این روزهای سخت، میدونم که هم اینترنت هم فضا بسیار نامناسبه توی کمپ، ولی مرسی که در کنار ما بودید. امیدوارم خیلی زود در یک کشور آزاد ببینمتون و خیلی زودتر توی ایران. با هم رسانی، کامنت و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید. دکمه سابسکرایب یادتون نره.